چه مجلس با صفایی است. من کاری به عروسی ندارم، عروسی دو سه شب پیش تمام شده. مهم که این عزیزمون اصرار داشتن که حتما عروسیشون سبب یک تجمعی بشه که در اون تجمعی که صورت میگیره حرف از خدا و رسول خدا و عمران و آبادی جامعه اسلامی زده بشه و صحبت از تربیت اسلامی بشه. عروسی شد و رفت، اما جلسه مبارکی در خانه خدا برای بندگان خدا به وجود آورد. چقدر ما نیاز به جلسات ایمانی داریم در آخر زمان تا این سرمایه ارزشمند امت اسلامی که ایمان باشد خصوصا برای نسل جوان حفظ بشود. پدرها، بزرگترها، ائمه جمعه و جماعت، خیرین، مربیان، اینا وظیفه دارن، شورا، که در جامعه ایمان اون جامعه برای نسل جوان را حفظ بکنن به هر وسیله‌ای که شده، نگذارن که جامعه دستبرد ایمانی زده بشه، ایمانشون غارت بکنن. و اگر زمان از شما گرفتن، وقت گرانبها از شما گرفتن که خداوند در سوره ها و آیات متعدد به زمان قسم خورده و لیل و شمس و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر زمان از دست شما گرفتن صرف کارهای پوچ کردن، یعنی فرصت موفق شدن از شما گرفتن، کاری نکنید که زمان از دست شما بگیرن، وقتتون به هدر بره، وقتتون به بیهودگی صرف بشه. امام غزالی رحمت الله علیه در نصیحتش به اون شاگردش، ایها الولد المحب، شاگردی از شاگردانش از امام غزالی درخواست نصیحت کرد، کتابی نوشت، هدیه برای شاگردش، عنوان کتاب ایها الولد المحب، ای فرزند عزیز. یکی از مسائلی که در اون کتاب ارزشمند که همش نصایح ارزشمند و مفیدی است میگوید که فرزندم، نشانه اعراض خدا از شما و نشانه روگردانی خداوند از بنده زمانی است که بندگان خدا به کارهای بیهوده و پوچ سرگرم باشند. اگر دیدی که در زندگی حرفای پوچ و بیهوده میزنید، کارهای بیهوده میکنید، وقت به بیهودگی میگذرانید، فوتبال برات از دیندار شدن و در کلاس قرآن شرکت کردن برات ارزشش بیشتره، این را بدان که خدا ازت روگردان شده. چطوری دوباره خدا رو متوجه خودت بکنید؟ همیشه مادر بزرگا و پدر بزرگا وقتی بچه بودیم شب که میشد کنارشون میخوابیدیم، تا سرشون میگذاشتن رو بالش، اون مادر بزرگ، خدا رحمتشون بکنه، مردگان ما و شما، این جمله رو میگفتن، تا سرشون میگذاشتن میگفتن خدا یا نظر تو برنگردد. این نظر تو برنگردد یعنی چی؟ کی میدونیم که نظر خدا از ما برگشته؟ امام غزالی میگه زمانی که به کارهای بیهوده مشغول باشید، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از کمال ایمان و اسلام یک انسان مسلمان اجتناب و پرهیز از کارهایی که در خصوص او نیست، نفی در دنیا و آخرت به او نمیرساند، کارهایی که سبب هدایت او نمیشود، سبب افزایش ایمان و هدایت او نمیشود، سبب رونق دینداری، علم، دانش، تقوا، اخلاق اسلامی در اون نمیشود. باید شناسایی بکنیم. خداوند قلم دست خودت داده، با دفتر گفته به خودت نمره بده. به خودت چند نمره میدی؟ کسی که از مجالس خدایی بدش میاد چطوری میخواد به خودش نمره 20 بده؟ دو تا تیم کافر امروز در افتتاحیه با هم مسابقه داشتن، طرف نماز جماعت ول میکنه،
طرف به مسجد نمیره، چون افتتاحیه مثلا بازی های جام جهانی در آلمان، بین آلمان رو نمیدونم فلان. از کی فوتبال خدای ما شده؟ ورزش چیز خوبیه، ولی نه اینطوری که ما بپرستیم، که فرائضمون رو کنار بزنیم، به ارزش ها نپردازیم. یک ماه وقت ما رو اینطوری از صبح تا غروب بخوره، مالی که برای آموزش قرآن بچه هامون صرف نمی کنیم اینطوری 400 تومن و 500 تومن در بیاره از ما. زن بدبختی که مادر بچه های ماست، تیمش گل خورده، فلان تیم گل خورده، بیه ستناقش بکنه، تلویزیون بزنیم بزنه خورد بکنه. امروز حتی ورزش در اختیار استعمار هست برای اتلاف وقت مسلمان. منی که دارم این حرف میزنم، تو خیلی از روستاها مجتمعات فرهنگی ورزشی درست کردم با پولی که خیرین تقبل کردم. یکی از پایگاه های مهم من تو ورزشگاه هاست، بین ورزشکارا. ورزش صرفاً برای سلامتی، دور هم جمع شدن انسان‌های سالم که رو حساب دین و دینداریشون و عبادتشون و تحصیلشون و علمشون و آموزششون و تربیتشون نباشه. به گفته یکی از مسئولین باشگاه اروند میگفت شیخ، ما به این نتیجه رسیدیم که حتی ورزش نیاز به ایمان دارد. ورزش منهای ایمان یعنی هیچ. یکی از وعده های خداوند در مقابل شکر تو وعده مزید داده، مزید برکت، مزید نعمت. با برکت شدن کسی که خدا بهش نعمت داده. حضرت عیسی علیه السلام می فرمایند و جعلنی مبارکن اینما کنت، خداوند منو مبارک قرار داده هر جایی که قدم بگذارم. چطوری انسان مبارک میشه؟ اول این که خوش نیت باشی، نیت مبارک داشته باشی. چه نیتی نیت مبارکه؟ نیتی که خدا در نظر گرفته بشه، به دلت بسپار که نیت خیر بکنه، نیت خدایی بکنه. کدوم نیتی نیت خداییه؟ نیتی که خیر در اون باشه، چون خدا خیر محضه. هر نیتی که نیت خیر باشد اونم خدایی محضه. انما الاعمال بالنیات. شما میدونید که نیت خیر کردن به دلت دروازه کارهای خیر رو باز میکنه. محال تو نیت خیر نکنی دروازه خیر باز بشه. کما تدین و تدان، از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید، جوز جو، هرچه کنی به خود کنی. گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. کافیه که تو دلت بیاری نیت خیر، تو خدایی میشی. تو که با یک نیت خیر میتونی خدایی بشی، با همین دلت. چرا نیت بد، حسادت، تکبر، شر، شر طلبی برای بندگان خدا خوابو ازت میگیره، آرامشو ازت میگیره، امنیتو ازت میگیره، استراب و فشیشانی برد مسلط میکنه. حتی تو خوابم خوابهای بد میبینید. انسانهایی که نیت شر دارن تو خواب میبینن که سگی پاشون رو گرفته، گوشت پاشون رو داره میکنه. سگ تو خواب به خوابشون میاد که پاشون گرفته، داره تکه تکه میکنه پاشون رو. هر کاری میکنه، نیتت خیر بکن تا فرشته ببینید. نیتت خیر بکن تا خودتو در خواب در مسجد الحرام ببینی که داری طواف میکنید.
نیتت خیر بکن تا انسانهای خیر به خوابت بیان، انسانهایی که خیرخواه جامعه بودن، انصار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران با وفایش. چرا نیت بد میکنی که همش کابوس ببینی؟ این دله، این دست خودته. از خدا بخواه، خدایا در این دل من جز حب خودت و حب بندگان مخلصت کسی دیگر جا نده، جز حب کارهای خیر خدایا در این دل من اجازه نده. از خدا بخواه، دلتو به خدا بسپار. خدا دل داده که در اختیار خدا بذاری، و وقتی خداوند صفحات دلتو ورق میزنه، اولین صفحاتش اخلاص، صفحه دومش توکل، صفحه سومش حب مؤمنین، صفحه چهارمش خیرخواهی، صفحه پنجمش علم، صفحه ششمش نماز، همش چیزهای خیر، همش چیزهای خوب. این دل انسانه که هر اراده خیری میکنه براش نوشته میشه، و خداوند چقدر خوشحال میشه وقتی که صفحات دلهای بندگانش را ورق میزند و هر صفحه چیز خوبی در اون صفحه میبیند.